اعتقادات هر کسی به خودش ربط داره، خدا تو دل آدمه، به دوتارمون نیست، به غیبت کردن و دروغ گفتن نیست، به اسراف کردن نیست، به اون دورکت نمازی که میخونی نناز، به اون خمس و زکاتی که میدی و اینا فکر نکن چی، خدا تو دل آدم، اصلا به این چیزا نیست که. سلام، امروز میخوام یه دو کلمه با کسایی صحبت کنیم که اینجوری فکر میکنن. به نظر شما اگه به این چیزا نیست پس به چیه؟ آخه اگه اینجوری باشه هر کس هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده و بگه من دلم پاکه. مثلا هر مجرمی رو که گرفتن بگه شما به این عمل من نگاه نکن، من دلم پاکه. از قدیم گفتن از کوزه همون تراوت که دروست. اگه اینجوری باشه پس کار خدا بیهوده بوده که این همه پیامبر و امام و اینا رو آورده تو دنیا که ما یاد بدن چطوری زندگی کنیم. خب مهم نیست که ما چجوری زندگی کنیم، پس این همه پیامبر واسه چی اومدن؟ خدای مهربون همیشه دنبال ایمان و عمل صالحه و هیچ کدومش تنهایی به درد نمیخوره. اصلا یه دونش تنهایی نمیتونه وجود داشته باشه. مگه میشه تو به چیزی ایمان داشته باشی و بهش عمل نکنی؟ یا مگه میشه یه کاری رو انجام بدی و باورش نداشته باشی؟ مثلا میمونه که بدونی مثلا آبی که اینجا گذاشتن کثیفه، نجسه، برداری بخوری بعد بگی که به رفتار نیستش که، من دلم پاکه. خدا میگه ایمانتون رو با عمل درستتون به من ثابت کنی. خب وگرنه امام حسین هم میگفت من دلم که خب پاکتر از دل همه است، نیازی به عمل نیستش دیگه، میشه سر جاش و اون همه هم اذیت نمیشه. تازه امام زمانی که همه دنیا منتظرشن وقت ظهور کنه میخواد حدود الهی رو جاری کنه، یعنی اینکه همه مردم دنیا باید احکام الهی رو انجام بدن و بهش عمل کنن. این نکته جالب کجاست؟ همون افرادی که میگن دلت باید پاک باشه و مهم نیست چه رفتاری انجام میدی، توی بعضی از مواقع یه باور دیگه ای دارن، یعنی در واقع اصلا به حرفی که میزنن باور ندارن. مثلا اگه یه نفری زباله بریزه زمین بهش میگه که چرا اشغال میریزه زمین، و اگه طرف برگرده بگه دلت باید پاک بشه میگه وات فاس چی داری میگی، اصلا معلوم نیست حرفت معنی نداره. ولی اگه به همون آدم سر یه کار دیگه ای که داره انجام میده تذکر بدی برای توجیه رفتارش و در رفتن از اینکه بخواد انتقادو بپذیره میگه دلت باید پاک باشه. ما امروز خواستیم خیلی خودمونی و ساده به خودمون و شما یاداوری بکنیم که ما توی این دنیا اومدیم که با رفتار درستمون بتونیم ایمانمون رو تقویت کنیم و خودمون رو به خدا نزدیک کنیم. پس با توجیه کردن و تکرار حرفهای اشتباهی که از گذشته ما رسیده مثل همین دلت پاک باشه و اینا عمرمون رو هدر ندیم.